یا کشوری است که برای ما اهمیت است. مردم ترکیه ملت مسلمان و برادر ماست. ما روابط دوامدار و حسنه با آنها می خواهیم. همچنان روابط خوب دیپلماتیک و قوی سفارتی می خواهیم. بر صورت این به این معناست که ما طرفدار دوستی با ترکیه هستیم. و یک مشکل دیگری که نمی خواستیم نظامی های ترکیه در افغانستان فعال باشه و رولشان در اینجا در چارچوب ناتو پیش بره، او به خاطر از این بود که خدای نخواسته بین ما و ترکیه بدبینی های ایجاد نشود. مردم افغانستان با نیروی نظامی بیرونی بسیار حساس هستند. ما نمیخواستیم با آنها حساسیت ها با میان بیه یا خدا نخواسته باشه تنش شود. و فلحاظ ما اطمینان میتیم که امنیت میدان هوایی را ما خود ما گرفته میتونیم. تمام ظرفیت هایی که در میدان هوایی است ما میتونیم از او استفاده بکنیم. و اگر در عرصه تخنیک، در عرصه مسائل تجارتی، در عرصه دیپلماسی نیاز به همکاری از ترکیه شد، ما خواهان همکاریشان هستیم. بله، ما میخواهیم با تمام جهان و کشورهای دنیا روابط حسنه دیپلماتیک داشته باشیم، چون نیازمندی افغان ها است و نیازمندی کشور جنگ دیده ماست که با تمام کشورها روابط ما نرمال و حسنه باشد. روابط حسنه میخواهیم، روابط دیپلماتیک میخواهیم، ولی تجاوز و گذاشتن نیروی نظامی در افغانستان این به معنای دوام اشغال تلقی میشه. مردم افغانستان در این مورد حساس است. کسایی که در این مورد نظر میتونن از افغانستان درست شناسایی ندارن. ما خواهان ازی هستیم که تمام کشورها با ما روابط حسنه داشته باشند. همچنان اگر نیاز میشه سفیرهای ما هم در تمام کشورها خواهد بود و سفرهای کشورهای دیگر هم در افغانستان فعلا هم هستند. فضای اطمینانی برشان مساعد شده و ما ترجیح میدیم که روابط خوب با تمام کشورها داشته باشند. خب بعد از اینکه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج میشه، یک مسئله و دوم حکومت اسلامی در اینجا ساخته میشه. دیگر بانه و دلیل بزیر نمیمانه به هیچ گروهی که به نام اسلام و به عنوان اسلام کدام عمله انجام بده یا مردم را بکشه یا باعث دوام دار شدن جنگ شود. بنابراین ما باوری هستیم که همه حقایق را در خواهد یافتن و وضعیت افغانستان را خواهد دانستن که دیگر تاب جنگ را نداره. این کشور حکومت اسلامی ساخته میشه، استقلال مردم افغانستان برمیگرده. بنابراین مردم افغانستان من حیث یک ملت حق زندگی آرام را داره. ما در این راستا بسیار تلاش خواهد کردیم و سعی می‌ورزیم تا آرامش کامل به کشور برگرده ان شاءالله.